درود میفرستم خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه پرشم هنیمه هم تماشا میکنید. در برنامه امروز آموزش ایجاد خط جوش رو داریم. یادتون نره کانال رو دنبال بکنید، لایک و کامنت هم فراموش نکنید. حرف اضافه دیگه نمیزنیم و مستقیم بریم برای شروع برنامه. در جلسه گذشته فرض رو بر این گذاشته بودیم که شما برای اولین بار رفتید یک دستگاه جوشکاری خریدید و با همدیگه آموزش نحوه راه اندازی دستگاه جوشکاری، نحوه ایجاد قوس جوشکاری، نحوه ایجاد خال جوش، همه اینها رو با همدیگه یاد گرفتیم. اما اصل کار ایجاد خط جوش هست. البته در مورد اهمیت خال جوش هم در جلسه گذشته توضیح دادم که خیلی از مواقع پیش میاد به خاطر اینکه قطعه کار ما خیلی نازک است، ما مجبور میشیم که این خط جوشمون رو فقط با خال جوش زدن ایجاد بکنیم که به وقتش حتما این مورد رو هم آموزش میدم. اولین قدم برای ایجاد خال جوش طریقه دست گرفتن یک انبر جوشکاری است. انبرهای جوشکاری به اشکال و مدل‌های متفاوتی هستند. چند مدلش رو دارید در اینجا می‌بینید، یه سری هم دارید داخل تصویر می‌بینید. باید سعی کنید طوری انبر جوشکاری رو در دست بگیرید که برای شما تسلط کافی بر حوضچه جوش رو ایجاد بکنه. به عنوان مثال اگر این انبر جوشکاری رو خیلی از انتها بگیرید، مطمئناً در نوک الکترود لرزش زیادی ایجاد میشه. پس ببینید که در کجا راحت‌تر هستید، سعی کنید که همون قسمت وسط رو بگیرید. اما در هر صورت این شما هستید که باید تعیین کنید که کدوم قسمت انبر برای شما راحتی و تسلط بیشتری رو ایجاد میکنه. نکته دوم که باید یاد بگیرید زاویه دست و زاویه الکترود است. البته در بعضی از جاها زاویه دست و زاویه الکترود دو نکته متفاوت هستند، اما اینجا در نهایت منظور ما زاویه الکترود هست که زاویه الکترود شما نسبت به قطعه کار باید 90 درجه و نسبت به خط جوش باید حدود 75 الی 80 درجه باشه. یعنی نسبت به خط قائم 10 یا 15 درجه باید این رو متمایل بکنید. به این صورت حالا تفاوت این دو زاویه چیه؟ یعنی زاویه 90 درجه نسبت به قطعه کار و زاویه 75 الی 80 درجه نسبت به خط جوش. ببینید دوستان عزیز، این دو پلیت آهنی است. فرض کنید که این دو پلیت رو می‌خوایم به این شکل هم بچسبونیم و این درز رو با جوشکاری پر بکنیم. الکترود ما باید کاملا به صورت 90 درجه باشه و نباید به طرف یکی از اون قطعات یا یکی از این پلیت‌ها متمایل بشه. اما از طرفی گفتیم که زاویه الکترود نسبت به خط جوش باید 75 الی 80 درجه باشه. این یعنی چی؟ این میشه زاویه 90 درجه. اگر 10 الی 15 درجه نسبت به خط قائم متمایلش کنیم میشه به این شکل. خط جوش ما به این شکل هستش. الکترود ما نسبت به خط جوش ما یا درج جوش ما باید زاویه‌ای در حدود 75 الی 80 درجه داشته باشه، یعنی دقیقاً به این شکل. ببینید دوستان، زاویه الکترود بسیار بسیار مهمه. خیلی از مواقع پیش میاد که شما همه موارد رو رعایت کردید اما باز هم میبینید که کارتون خوب در نمیاد یا اینکه نوک الکترودتون به سطح کار میچسبه. اونجا هستش که باید حتما به زاویه الکترود شک بکنید. خب اگر آدم کنجکاوی باشید حتما براتون سوال پیش میاد که این زاویه الکترود چرا انقدر مهمه. ببینید دوستان عزیز، قوس الکتریکی یا همون قوس جوشکاری دقیقا شبیه به یک مخروط هستش که در انگلیسی بهش کان گفته میشه یا آرک کان، قوس مخروطی شکل. اگر فرض کنیم که این مخروط دو تا زل داشته باشه، هر دو طرف این زل هنگامی که شما دارید جوشکاری انجام میدید در حدود یک دما رو دارن. به عنوان مثال در حدود 4 یا 5000 درجه گرما دارن. اما وقتی که شما زاویه الکترود رو از زاویه تعریف شده به این زاویه بسیار پایین، به عنوان مثال زاویه 30 یا 40 درجه تبدیلش بکنید، اونجا میشه که مخروط قوس به جای اینکه دو زل یکسان داشته باشه به این شکل در میاد. یک زل کوتاه و زل دیگه خیلی بلند میشه. دقت بفرمایید، اینو دارم برای فهم بهتر مطلب میگم، وگرنه مخروط که دو تا زل نداره. بهترین مثال در این مورد میدونید چیه؟ نور چراغ قوه هستش. اگر دقت بکنید شکل نور در حالتی که چراغ قوه زاویه 90 داره تقریبا دایره شکله، اما وقتی که زاویه چراغ قوه رو از 90، 80 یا 75 به 30 درجه میرسونیم، نور چراغ قوه به این شکل در میاد. دایره به شکل بیضی در میاد و قسمتی که نزدیک است به چراغ قوه بسیار پر نور و طرف مقابل نور بسیار کمی داره. حالا شما به جای اون چراغ قوه الکترود جوشکاری و به جای اون نور هم قوس الکتریکی رو جایگزین بکنید. زمانی که شما دارید با زاویه درست کار جوشکاری رو انجام میدید همه چی عالیه، اما زمانی که شما زاویه الکترود رو زیاد میکنید اینجا مشکل جدی به وجود میاد. چه مشکلی؟ قسمتی از قوس الکتریکی که نزدیک الکترود هست گرمای 4 الی 5000 درجه و قسمتی که دورتر هست گرمای به عنوان مثال 1000 درجه رو ایجاد میکنه که طبیعتاً
1000 درجه گرمای کافی برای ذوب فلز آهن نیست و باعث ایجاد ذوب ناقص میشه. مطمئنم با توضیحاتی که خدمتتون دادم و عکسایی که برای تصویر دیدید دیگه مطلب زاویه الکترود کاملا براتون جا افتاده. خب زاویه الکترود رو هم یاد گرفتیم، وقتش رسیده که ایجاد خط جوش رو یاد بگیریم. یه مطلب بسیار مهم در جوشکاری هست به نام نوسان دست. اما خیلی از مواقع ما نیاز به نوسان دست هنگام جوشکاری نداریم. به عنوان مثال در پاس اول جوشکاری یا در جوشکاری خیلی از قطعات نازک ما اصلا نیازی نداریم که الکترودمون رو حرکت بدیم. کافیه که زاویه الکترود ما درست باشه، طول قوس یعنی فاصله نوک الکترود تا قطعه کارمون رو درست در نظر بگیریم که برای الکترودهای روتایلی اندازه مغزی الکترود هست. اگر مغزی الکترود روتایلی شما 3.2 هستش، کافیه که طول قوستون در حدود 3 میلیمتر. اما در خیلی از مواقع ما اصلا نیازی به نوسان دست نداریم. به عنوان مثال در پاس اول جوشکاری در بسیاری از حالات یا در جوشکاری قطعات بسیار نازک ما نیازی اصلا به نوسان دست نداریم. شما کافیه که زاویه الکترود و طول قوستون رو درست تنظیم بکنید و با یک سرعت مناسب، نه سرعت زیاد باشه نه سرعت کم، الکترودتون رو در مسیر درز جوش حرکت بدید. به همین راحتی شما میتونید یک خط جوش خوب ایجاد بکنید. اما در بسیاری از موارد ما به نوسان دست یا نوسان الکترود حتما نیاز داریم. به عنوان مثال برای جوشکاری ضخامت‌های بالای 3-4 میل ما حتما نیاز داریم به نوسان دست که در ادامه حتما اینا رو به صورت دقیق و مجزا خدمتتون عرض می‌کنم. به عنوان مثال برای چه ضخامتی چطور باید جوشکاری کرد، از یه ضخامتی بالاتر بره باید چیکار بکنیم، همه اینها رو در دقایق آینده خدمتتون عرض می‌کنم. دوستان عزیز، در مورد زاویه الکترود صحبت کردیم، گفتیم که زاویه الکترود ما نسبت به درز جوش ما باید حدود 75 الی 80 درجه باشه، یا به تعبیر دیگه نسبت به خط قائم 10 الی 15 درجه باشه. در مورد قوس جوشکاری صحبت کردیم، در مورد شکل قوس که مخروطی شکل هست در مورد اینا صحبت کردیم و این هم که طول قوس هستش یعنی فاصله نوک الکترود تا قطعه کار. قبل از اینکه در مورد نحوه حرکات دست در جوشکاری صحبت بکنیم، یه نکته خیلی مهم اجازه بدید در موردش صحبت بکنیم. دقت بفرمایید دوستان، این قطعاتی با ضخامت‌های مختلف هستن. هنگامی که ضخامت قطعه کارشون در حدود 2 میلیمتر باشه، باید به این شکل کار جوشکاری دو قطعه رو انجام بدید، یا دو لب رو به این شکل باید برگردونیم، یا اینکه دو لب رو روی هم دیگه بذارید و کار جوشکاری رو انجام بدید. اگر ضخامت قطعه کارتون در حدود 2 یا 3 میلیمتر بود، کافیه که لبه های دو قطعه رو کنار هم بذارید و کار جوشکاری رو انجام بدید. اگر ضخامت قطعه کارتون بین 3 الی 5 میلیمتر بود، بهتره که بین دو قطعه فاصله خیلی کم بذارید تا جوشتون بتونه تا انتها نفوذ بکنه. اگر هم ضخامت قطعه کارتون بین 5 الی 15 میل بود، باید حداقل یک طرف پخ بخوره. پخ به شکل جناقی پخ میخوره و زاویه بین دو پخ هم 60 درجه است که این البته برای کار مبتدی نیستش، فقط اینا رو گفتم که در جریان باشید. نوسان دست یا نوسان الکترود هنگام جوشکاری اشکال بسیار مختلفی داره که 4 مدلش رو من اینجا آوردم که بیشتر از همه استفاده میشه. البته دارید داخل تصویر میبینید که مدل‌ها و روش‌های مختلفی داره که شما میتونید از اونها استفاده بکنید. اما چیزی که بیشتر استفاده میشه روش یو شکل هست، یا به صورت یو برعکس، روش علامت بی‌نهایت هستش، روش زیگزاگی هست و روش مثلثی که دارید اینجا به این صورت میبینید. روش یوشک به این شکل کار جوشکاری رو انجام میدید. البته این نکته هم نباید فراموش بکنید که مکس کناره ها هست، یعنی هنگامی که دارید جوشکاری میکنید یه مکس خیلی کوچیک به این صورت کار جوشکاری انجام میشه، به شکل علامت بی نهایت یا هشت خابیده یا به شکل زیگزاگ. در همه این روش ها مکس کناره ها نباید به این عنوان فراموش بشه. البته نه اینکه وقتی رسید به کناره ها یک ثانیه صبر بکنید، اما حتما باید یه مکس کوچیک رو داشته باشید که هر چقدر طبیعتا ضخامت قطعه کارتون بیشتر میشه و مکس هم طبیعتا باید مقدارش بیشتر باشه. دوستان عزیز، موارد تئوری این جلسه تمام شد، کار دیگه ای نمونه به غیر از اینکه بریم و به صورت عملی این کارها رو انجام بدیم. پس تا آخر برنامه با من همراه باشید. خب دوستان عزیز، اولین جوشکاری رو بدون نوسان دست یا حرکات موجی میخوایم انجام بدیم. برای اینکه مطلب بهتر جا بیافته با روش فیلت ولد انجام میدیم، یعنی به صورت جوش گوشه. بقیه رو بر روی پلیتای معمولی جوشکاری میکنیم. به این نوع جوشکاری میگن فیلت ولد یا جوشکاری گوشه.
بینندگان عزیز نتیجه کار رو دارید میبینید، این بدون هیچ گونه نوسان دست هستش. حالا بریم با کمک پلیت هایی که داریم انواع نوسان دست رو به صورت جوشکاری تخت تست بکنیم. می کنم آمپراژ مقدار زیاده. هم میتونید به این شکل انجام بدید و هم به شکل یو برعکس، یعنی هم به این شکل یا به این شکل، هر کدوم که خودتون راحت تر هستید. بریم برای اجرای نوسان دست به روش هشت خوابیده یا علامت بی نهایت. منتظر میشیم تا گل جوش خنک شه و سرباره رو جدا بکنیم. این دریل های شارژی بیکیفیت واقعا اعصاب خرد کنن. خب نتیجه جوشکاری دارید میبینید، نوسان دستمون با روش هشت خوابیده یا همون علامت بی نهایت بود. خب باید بریم الان با روش زیگزاگی کار جوشکاری رو انجام بدیم. اجازه میدیم قطعه کار خنک بشه و بعد هم سرباره رو جدا میکنیم. اگر دقت کرده باشید این ساده ترین روش جوشکاری هم هست، نوسان دست به شکل زیگزاگی. خب یه پلیت بیشتر برامون نمونده و الان باید بریم جوشکاری با روش مثلثی. چون دیگه کارمون تمام شده اجازه بدید که لنزم از روی دوربین برداریم. اگر برنامه امروز ما حتی کمی به دردتون خورده ازتون خواهش میکنم که لایک و کامنت رو فراموش نکنید. چرا؟ چون این لایک و کامنت های شما بزرگترین حمایت از ما هست و باعث میشه که ویدیوهای ما وارد الگوریتم یوتیوب بشن. همونطور که میدونید کانال ما 20,000 سابسکرایب داره، اما یوتیوب متاسفانه
ویدیوهای ما رو حتی به اعضای کانال خودمون هم نشون نمیده. علتش لایک های پایین ویدیوها هستش. بزرگترین حمایت شما عزیزان از کانال پرشن هندیمن لایک، کامنت و شیر هست. حالا هر کدوم رو که میتونید انجام بدید. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.